بچه ها چطورید؟ خوش اومدید به یک ویدیو دیگر با خوتی حرفه‌ای. آقا امروز اومدم توی این ویدیو بهتون همه حقه های تبلیغاتی رو نشون بدم و یک سری تریک های خفن بهتون یاد بدم که دیگه گول تبلیغات تلویزیونی و اینستاگرامی و این ور و اون ور رو هیچ جا رو نخورید بچه ها. خوتی اینجاست با یک ویدیوی حرفه‌ای دیگه برای نجات شما عزیزان. پس لایک رو بزنید تا برم زودتر این حقه های خفن تبلیغاتی رو بهتون نشون بدم. که گول نخورید. میخوام با عشقم شروع کنم. عشقم چیزی نیست جز قهوه. اون عشقم پیتزا نمیگم، قهوه رو میگم. میگه یا آقا تو تبلیغا وند از سویا سس میریزن به جای قهوه، بعدم روش صابون میریزن هم میزنن کف کنه. بعد ما میبینیم کف میکنیم میگیم وای چه قهوه خفنی، برم این قهوه رو بخرم. بعد میگیریم میبینی اصلا اون مدلی نیستش دیگه. الان بیارم من دو وسطش رو تست کنیم ببینیم که وچه تبلیغاتی قهوه فیک چطوره تو تصویر. در خدمت هستیم با قهوه کفدار فیک زاغارت آشغالمون. سویا سس رو داریم و داخل لیوان خود خواهیم ریخت به این شکل. واقعا ولی رنگش قشنگ، رنگ قهوه خوبه دیگه. لیوان شیشه‌ای هم آوردم که کاملا همه چیز رو ببینید. دیگه چقدر کتابی حرف بزنم. واقعا رنگشه رنگ قهوه همچین پررنگ غلیظ نینی قشنگه. شاید بشه به عنوان پرنگ هم به بعضیا سویا سس داد جای قهوه. حالا بهش فکر کنم. خب اینم که صابون مایه است میریزیم داخلش. اوه شت چه موند روش چه اینجوری شد؟ خب صابونمون به درد این مسئله نمیخوره. چه اینجوری شد؟ مثل قشنگ هم بزنم محکم. صابونه شبیه کرم موند رو سطح سویا سس و کف میکنی اصلا؟ میخواد کف نکنه، این اومده و نسازه. من به ازم برم مایه ظرفشی بیارم تست کنم. بچه ها من اینو دارم هم میزنم، مایه ظرفشی ریختم. ببین خیلی مایه ظرفشی ریختم ولی خیلی کف نکرد. ولی این روزه زن اینجا هم بزنم ها. خلاصه یه همچین تصویری برای ما ایجاد میکنن در داخل تبلیغات، یه ذره ترتمیزتر و قشنگتر و ما میبینیم حذف کنیم میگیم واه عجب قهوه غلیظ پرکف قشنگی. باید برم همین مارک قهوه رو بگیرم ولی همونو میگیریم میام تو خونه درست بکنم. خیلی وقت شبیه آبزی پو میشه. این بود از تریک اولمون. دیگه خلاصه خواستید عکس تبلیغاتی بگیرید میتونید از اینا استفاده بکنید و من دارم مجانی اینا رو در اختیارتون میذارم. بزنید میرسیم به حقه تبلیغاتی بعدی که ما رو گول میمالن باهاش. یعنی سرمون رو گول میمالن باهاش. آقا میگه پنکیک ها که میخوان عکس بگیرن اصلا از سیروپ پنکیک استفاده میکنن، روغن موتور میریزن روش، لابلاش هم مقوا میذارن که خوشگل وایسته، بعد هم روغن موتور میریزن روش و همچی شاینی و قشنگ میشه چون سیروپ پنکیک رو بریزن روش انقدر خوشگل و شاینی نیستش دیگه. الان قراره که با هم دیگه امتحانش کنیم. روغن موتور LA اسپانسر این برنامه. آقای به ما باید وقتی پیدا کردیم سینا رو فرستم به بخره. باید هر جا میرفت همه سایزهای گونده عجیب غریب و اینا بی با وقتی اینو پیدا کرد امیدوارم که واقعا روغن موتور آنشه موتوری هایی واقعا همون شکلی که توی تبلیغا بود باشه و من سعی کردم خودم پنکیک درست کنم. اصلا شبیه همون یک سال نشد ولی به هر حال تلاشم قابل تحسینه و مقواهای جادوییمون که از جبه پیتزا درستشون کردیم. ببینید چقدر زحمت میکشه واسه یه دونه از این لایف هک های ویدیو. به خدا اصلا من سکوت میکنم حرفی نمیزنم، قضاوت با خودتون. من حالا واسه خودم پنکیک سوا درست کنم، واسه ویدیو درست میکنم. ببین چقدر دوستتون دارم. آقا حالا اینا رو ما میچینیم، سعی میکنیم مثلا اون که خوشگل تره اینه بذاریم اینو رو. اینو میذاریم اینجا و اینو میذاریم روش که پنکیک هامون ناناز وایسه. کاشکی این گونده تره رو بذارم زیر. خودم نمیدونم دارم چی کار میکنم و دارم این کار میکنم. و این خب تو حالت عادی واقعا پنکیک رو هم دیگه به این زیبایی وای نمیسته دیگه، میدونی که کج و کله میشه، میچسبه و اینجوری اینجوری میشه. و واسه خوشگلازیاسیون قضیه یه دوتا بلوبری هم میندازم روش که خیلی طبیعی شه قصه قزنگ کسی شک نکنه. و
داستان خیلی اصلیمون این روغن موتور عزیز هستش که نریزه بینیم اصلا تا روغن موتور از نزدیک تاچ نکردم حقیقتش رو بخوای خودم که گن نزده تو این بشقابه حالا و لحظه moments of truth شد واقعا همون جوری میشه چقدر قشنگ میشه بچه ها برگام خیلی خوب شد کسافت های دروغ و پس بدرد واو واقعا بچه واو الان اینو میان ازش یه عکس خوشگل میگیرن میشه خود میگی وای چه پنکیکی وای چقدر قشنگ حالا اونا پنکیکاشون هم بذاره صاف و صوفته قطعا درست میکنن دیگه حرفه‌ای ترن ولی به هر حال ولی اینو مثلا میخری خوده و اینجور میفته یه گوشه بشقابه پنکیکات خلاصه که واقعا این لایفک خفنی بود و جذاب بود و خوشمان آمد دیگه امیدوارم که لذت کافی برده باشی یه موقع برنامه اینا رو بخورید اگه خواستید امتحان کنید من دو بریزم دور من خرسند دارم میرم سراغ لایفک تبلیغاتی بعدیمون اینا حال میکنم میتونم خوب انجام بدم اصلا به خودم میبالم آقا میگه که گرانولا مرانولا درست میکنن اینجوری میریزن به جای مثلا ماست و اینجور داستانا خمیر ریش میریزن که دیگه آب نمیشه از روی که خیلی زرنگ شدم بنده وسطش از قبل آماده کردم ببین ما با این خمیر ریش که خیلی لایف اگه انجام بدن اصلا آمارش از دستم در رفته اگه آماری دارید که چند بار از خمیر ریش من تو ویدیوام استفاده کردم تو کامنت ها واسم بنویسید واقعا آمارش از دستم در رفته خب مثلا اینو الان می‌ریزیم این تو خب به جای اینکه مثلا ماست و اینجور داستانا بریزیم این داداچمون رو می‌ریزیم خب چرا میگم خوب بچه ای وای شکل چرا بد میاد چجوری باید بریزم که خوب او 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 خیلی کفی کنه بچه اینو با قاشق سعی می‌کنیم که خوشگلش کنیم بذار بره پایین‌تر تا لایه بعدی گرانولامونو بریزیم و ببینیم که چه تصویری هم اتفاقم این خب بچه های عزیز بذار خالیش میکنم نمیدونم چیکار میکنم قرار بود که یه لایه دیگه هم آخه از اینا بزنم اینم میزنم و گند میزنم با یه دستی که الان بند ایناست دارم کار میکنم خیلی کثیف دارم کار میکنم خودم میدونم شما به بزرگواری خودتون ببخشید و تمیز خیلی کثیف کار کنم تمیز کار کنم شما یه ساید تمیز داشته باشم بتونم بهتون نشون بدم این ساید تمیز اینجا هم تمیز تمیز سایدیه که من توی لیوان دارم ببینید واقعا اگه یه ذره با دقت انجام بدیم اینو خیلی خوب میشه خب من الان واقعا بی دقت و کثیف انجام دادم و خیلی بد شد یه ذره ولی شما اینو به دیده تمیز ببینید و واقعا عملیه و اینجوری ما رو گول میمالن میرسیم به لایفک تبلیغاتی بعدیمون دقت کردین سیسه چیز گرفتم تبلیغات گرفتم آره خلاصه میگه که کارتون اینجوری مثلثی بوری کیک ها رو بذارید دوباره خمیر ریش بزنید وسطش رو و خیلی خوشگل وای میسته دیگه هم کیک حجم وای میسته هم خامش خیلی قشنگ و به اندازه است و آب هم نمیشه دیگه جلو اون همه نور و عکس و اینجور داستانا بریم تست کنیم باز هم جعبه پیتزای عزیز تونسته این ویدیو رو نجات بده بله کیک هامون الان اینجا داریم طبقه 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 از اینا میذاریم کیک میذاریم کیک همونم بعد بریدیم و حتی از اینا همونو دوباره از اینا میذاریم که گوشش میزنه بیرون حالا سعی میکنم این گوشه رو ببرم بذار محاسباتم غلط از اون درمندی اشکال نداره و لایه آخر کیک من رو میگذاریم اینچه برعکسه خب حالا میرسیم به لحظه که قراره که اون حرکت تبلیغاتیمون رو انجام بدیم خمیر ریش رو برمیداریم به خمیر ریش کلن تو تبلیغات خیلی تأثیر مهم و بسزایی داره بیدین اصلا اینو نداشتن نصف تبلیغات کنسل میشه با گوش پاکن ورداش اینجوری مالید به اینجاهای کیک لالوی کیک رو
خمیریشی کردیم ماهی که پرید دوستان داریم. واقعا نمیدونم اینو نداشتم خواستن چی کار کنن، چیو میخواستن جای گزین بکنن برام خیلی سوال. مایکی نیارون بیست. آره خب خیلی با دقت زیاد مایکی بود، هر کاریش کنی میاد. با دقت زیاد اینو میمالونیم ولی حالا اون ورشو نمیزنم دیگه، ما مثلا میخوایم از این زاویه فقط عکس بگیریم. آره آیه بازرگانی داریم اینجا با دوم مایکی جا. کیکم ای بی برو بی برو داره کیک میخوره. خب یک مقداری هم برمیداریم با این میزنیم روی کیک که مثلا ناناس شه. نخور بی برو بی برو. من چیکار کنم الان دست این بچه ها نمیدونم. بی برو پلستر. ببخشید بچه ها اگه گذاشت من یه دونه ویدیو تبلیغاتی در بیارم نمیفهمی که میگه موهاش الان موه مایکی چیزی چسبید روی من نمیدونم. خب اینم اینجوری کردیم، خوشگل شد برم. من اون زاویه ندارم، شما دارید. و واسه یه خوشگلازاسیون آخر سر هم رفتم این سری از این چی در تو پرسو خریدم، نمیدونم به چی میگن، اصلا تزینه تو کیک استفاده میکنن. میخوام بریزم رو کیک. به چقدر قشنگ، چقدر زیبا. الان شما این کیک رو ببینید نمیگید واو؟ واقعا من که میگم واو. تازه من تو تایم کم و بی دقت انجام دادم، تازه حرفی هم نیستم، دفعه اولمه. خوشم اومد والا به خدا، این چیزی من گول میماله. بله خوشگل شد. ما میرسیم به آخرین لایف هک تبلیغاتی امروزمون که مربوط میشه به فسفودی ها. فسفودی فسفودی های عزیز. میگه یه نمم نه یه اسفنج با خلندون میارن دونه دونه سیب زمینی ها روش فیکس میکنن که تو این ظرفش اینجوری صاف و اینا وایس. بعد برای ما که میارن سیب زمینی ها اینجوری امتحانش میکنن. بچه ها من با هزاران بدبختی یه فسفودی پیدا کردم که اینه داشته باشه، هیچ کدوم نمی آوردن. مکدانالدز هم نمی آورد. اصلا نمیدونم چه وضعیتی ما گیر کرده بودی ولی به هر حال تونستم از اربیز بخرم. یه اربیز ساندویچشو معمولا بد میاره ولی سیب زمینیش خیلی خوشمزه است، واقعا عالی. یه دونه اسکاچ آوردم، چند خورده خورده داشتم نصفش کردم، قراره که یک نصفشو بچپانم این تو اینجوری و با این یارو بیل بیلک ها اسمش چیه خلا دندون اینجوری ست خورم، یعنی اینا رو بکنم این تو به اندازه کافی و دونه دونه روی اینا سیب زمینی قرار بدهم. واقعا پروسه عجیبی خواهد بود. مثلا اینجوری خیلی قشنگ خیلی شیک و مجلسی که توی ظرف خوشگل وایسه. حالا احساس کنم اینا خیلی طول میکشه، من برای همه این خلدنگی ها رو بزنم و این نجه کار چه میشود. اثر هنریمون کامل شد، همجور که میبینید روی یک اسکاچ اثر هنری زیبایی با سیب زمینی سرخ کرده آفریدم و قراره که بذاریم ببینیم واقعا قشنگ میشه یا نه. او 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 واقعا الان خیلی خوشگل وایستاد دیگه. اما البته به دلیل مدل سیب زمینیاش خیلی قدشون بلند نیستش، میدونی اگه سیب زمینی عادی بود قدشون بلندتر بود ولی واقعا اینو الان میذار عکس مینازم بعد وایسی وایسی ما سفارش میدیم اینجوری یه بخور همینی کس. ولی واقعا جدی تریک باحالی بود و خوشمان آمد. ایوا یواش ولی حیف اینم سیب زمینی که اسکاچیشون کردم و نمیشه دیگه خوردشون ولی اشکال نداره. آه به به حالشون میبینید چه چیزایی بهتون یاد دادم. اصلا اینا هم باعث میشه شماها گول نخورید، هم باعث میشه که آینده شغلتون تضمین بشه، برید عکاس تبلیغاتی بشید. به خدا همه این لایف هک ها بعدن تو زندگی کسایی که قرار عکاس تبلیغاتی بشن به کار میاد. اگه به کارشون نیومد بشه توف کن دو صورت من. حالا تو بچه‌ها مرسی ازتون که این ویدیو رو نگاه کردید. تا یک ویدیو دیگر خدا.